درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 9 فوریه 2024 میلادی برابر است با 20 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. پلیس سوئیس خبر داد که یک پناهجوی 32 ساله ایرانی غروب پنجشنبه با تبر و چاقو 15 تن را در قطاری که به سمت شهر ایوردون لبن می رفت برای 4 ساعت گروگان گرفت، تا اینکه پلیس اواخر روز به قطار حمله کرد و این مرد را از پای درآورد. پلیس سوئیس شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که عامل این حمله در ابتدا به شدت مجروح شد، اما افرادی که به گروگان گرفته شده بودند سالم هستند. سخنگوی پلیس گفت این پناهجوی ایرانی به زبانهای فارسی و انگلیسی صحبت میکرد و در این مرحله از تحقیقات انگیزه او مشخص نیست. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اگر هویت فرد حمله کننده به عنوان یک خارجی تایید شود، این امر موضع حزب اتحاد دموکراتیک میانه را در سوئیس تقویت خواهد کرد. این حزب خواستار محکوم کردن جنایات و جرایم ارتکابی به دست خارجی هاست و همچنین خواستار اتخاذ سیاست شدیدتر در قبال پناهجویان. سوئیس در میان کشورهای اروپایی نسبتاً امن‌تر است و گروگانگیری در این ابعاد در این کشور بسیار نادر است. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز 20 بهمن ماه بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. او با اشاره به برگزاری دادگاه عاملان جمعه خونین زاهدان گفت ملت انتظار دارند افرادی که دست به جنایت زدند از هر نهاد و ارگانی که باشند محاکمه شوند. امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره دادگاه جمعه خونین زاهدان از قضات جمهوری اسلامی خواست طبق خواست ملت بی‌طرفانه و منصفانه قضاوت کنند و تحت فشار ارگان‌ها نباشند. سایت هالبش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز جمعه 20 بهمن ماه خبر داد که نماز جمعه این هفته زاهدان هم با استقرار نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی در خیابان‌های این شهر برگزار شد. بر اساس این گزارش، یکی از شهروندان بلوچ با در دست داشتن یک بنر پارچه‌ای که روی آن نوشته شده بود فریاد بلوچستان، کسی که رأی می‌دهد یا خائن است یا جاهل، شهروندان را به مشارکت نکردن در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار می‌شود تشویق کرد. سلمان سامانی مقام سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی که در آستانه اخراج از کشور کانادا قرار دارد، در دادگاه مدعی شد که از دستور کشتار معترضان در آبان ماه 98 بی اطلاع بوده است. بر اساس گزارش گلوبال نیوز، سامانی در جلسه استماع دادگاه اخراج خود تایید کرده که زیر نظر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی فعالیت می‌کرده، اما مدعی شده که از دستور او به نیروهای پلیس برای کشتار معترضان اطلاعی نداشته است. به نوشته گلوبال نیوز، سامانی تا سال 2021 در سمت خود باقی ماند و با وجود سابقه کار در سطوح عالی سیستم جمهوری اسلامی ایران از طریق ویزای گردشگری از آنکارا وارد کانادا شده است. و در پاسخ به این سوال که چرا با این وجود کشتار آبان 98 تا 2 سال بعد هم به کار خود در وزارت کشور جمهوری اسلامی ادامه داده، مدعی شده که من برای کمک به مبارزه با همه‌گیری بیماری کرونا و کمک به مردم ایران تصمیم گرفتم در وزارت کشور بمانم. او در دادگاه با پرسش‌هایی درباره سوابق همکاریش با جمهوری اسلامی مواجه شد، اما مدعی شد که سوء تفاهم است و در نقض حقوق بشر دست نداشته و در کشتار معترضان هم شریک نبوده است. زمانی در دفاعیات خود همچنین به نام برخی عوامل و مقامات سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفت این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخر فروشی می کنند، اما او یک دندان پزشک ساده است که با درآمدی اندک در کانادا کار می کند. سلمان سامانی متولد سال 1359 و دانش آموخته دندان پزشکی است که در سال 1394 با حکم عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور بخت
به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. او پیش از این هم در سال 92 به عنوان قائم مقام وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور مشغول به فعالیت بود. آژانس سرویس خدمات مرزی کانادا قصد دارد که سامانی را به عنوان یک مقام عالی جمهوری اسلامی از کانادا اخراج کند. شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه خبر داد که بریشه مرادی، عضو سازمانی به نام جامعه زنان آزاد شرق کردستان، با اتهام بغی از سوی بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران روبروست و تفهیم اتهام شده است. بر اساس این گزارش، این اتهام در قوانین جمهوری اسلامی با احتمال صدور حکم سنگین اعدام همراه است. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت پرونده این زندانی سیاسی بعد از صدور کیفرخواست توسط دادستانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. این گزارش حاکی است که خانم مرادی در 5 ماه از 6 ماه بازداشت خود در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سنندج و 209 اوین در تهران بوده است. وبسایت بیتابان متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 17 آبان ماه از بازداشت وریشه مرادی همراه با پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر داد. این وبسایت امنیتی بدون اشاره به تاریخ بازداشت این ستن آنها را عضو پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، معرفی کرد. خانواده یوهان فلودروس، دیپلمات سعودی زندانی در ایران، از صدور حکم قریب الوقوع اشد مجازات برای او ابراز نگرانی کردند. آنها انتظار دارند که حکم دادگاه روز یکشنبه هفته آینده صادر شود. انگرید، خواهر یوهان فلودروس، در مصاحبه با روزنامه گاردین که روز جمعه منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی و روانی او در زندان، از وزارت خارجه سوئد خواست که هر چه در توان دارد برای آزادی او به کار ببندد. فلودروس بهار سال گذشته برای سفر گردشگری به همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود، اما روز 28 فروردین ماه سال 1401 در حالی که قصد بازگشت داشت، بازداشت شد. در آخرین جلسه دادگاه این شهروند سوئد که روز 8 بهمن جاری در تهران برگزار شد، نماینده دادستان بار دیگر او را متهم کرد که اطلاعاتی به خارج از کشور منتقل کرده و با اسرائیل ارتباط داشته است. ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در زندان به سر می‌برد، در پی ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل تمدید شد. خانواده خانم محمدی پیشتر اعلام کرده بودند که تلفن و ملاقات این فعال حقوق بشر زندانی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌هایی به خارج زندان از 8 آذر ماه قطع شده است. خانواده نرگس محمدی روز جمعه 20 بهمن ماه خبر دادند که این محرومیت‌ها قرار بود که از 15 بهمن ماه برداشته شود، اما بنا به دستور رئیس بند زنان زندان اوین، این محرومیت‌ها همچنان تا زمان نامعلومی ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته خانواده این برنده صلح نوبل زندانی، تمدید این محرومیت‌ها در پی ارسال نامه خانم محمدی به دبیرکل سازمان ملل تمدید شدند. وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داد که قوه قضاییه ماه ژانویه امسال با جهشی قابل توجه و صدور 35 حکم اعدام، بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال و یک ماه گذشته را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، در همین یک ماه مجموعاً 86 تن در سراسر کشور اعدام شدند. بررسی های هرانا از صدور و اجرای احکام اعدام از ژانویه 2023 تا ژانویه 2024 نشان می دهند که تعداد اعدام های اجرا شده به طور مستمر از تعداد احکام اعدام جدید صادر شده بیشتر بوده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت که این تفاوت قابل توجه نشان دهنده یک سیاست تهاجمی تر از توی دستگاه قضایی با تلاشی برای پاکسازی است. بینندگان اهشمند، در این لحظه توجه شما را به پندهای بازم کنید.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج‌های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. ساعتی بعد از آنکه مقامات دولت بایدن و آژانس‌های امدادی به اسرائیل نسبت به گسترش حمله زمینی خود به رفح هشدار دادند، ارتش این کشور اهدافی را در این شهر جنوبی نوار غزه که بیش از 1 میلیون تن به آنجا پناه برده‌اند بمباران کرد. در این حملات هوایی دو ساختمان مسکونی در رفح مورد هدف قرار گرفت و دو مکان دیگر هم در مرکز غزه بمباران شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در این حملات یک مهد کودک که به پناهگاه آوارگان فلسطینی تبدیل شده بمباران شد و دست کم 22 تن کشته شدند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی کم سابقه ضمن انتقاد از رفتار اسرائیل عملیات نظامی این کشور در نوار غزه را بیش از حد خوانده بود. این شدیدترین انتقاد ایالات متحده نسبت به عملکرد متحد خود از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. وزارت بهداشت غزه امروز جمعه اعلام کرد که تعداد کلی قربانیان فلسطینی اکنون به 28 هزار تن نزدیک شده که حدود 2/3 آنها زن و کودک هستند. با توجه به اینکه جنگ اکنون در پنجمین ماه خود قرار دارد، نیروهای زمینی اسرائیل همچنان به شهر خان یونس در شمال رفح متمرکز هستند، اما نتانیاهو بارها گفته است که رفح مقصد بعدی خواهد بود و این باعث ایجاد وحشت در میان صدها هزار آواره شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با عصبانیت از تحقیقات درباره جابجایی اسناد محرمانه که حافظه او را زیر سوال می‌برد انتقاد کرده است. وی اصل پنجشنبه در یک کنفرانس خبری غیرمنتظره به خبرنگاران گفت: حافظه من مشکلی ندارد. این تحقیقات نتیجه گیری کرد که بایدن اسناد محرمانه را عمدن نگه داشت و فاش کرد، اما دادستان ویژه تصمیم گرفت که اتهامی به او وارد نکند. رابطر که از توی وزارت دادگستری منصوب شده بود دریافت که بایدن اسناد محرمانه مرتبط با ارتش و سیاست خارجی در افغانستان را بعد از آنکه به عنوان معاون رئیس جمهور خدمت کرد نگه داشته بود. این گزارش 345 صفحه‌ای در چندین مورد با اظهارات گزنده همراه است، از جمله زمانی که حافظه رئیس جمهور را دارای محدودیت‌های قابل توجه توصیف می‌کند. رابطر با عنوان بخش از این تحقیقات بیش از 5 ساعت با بایدن مصاحبه کرد. دادستان ویژه گفت که بایدن به یاد نمی‌آورد که او در چه زمانی معاون رئیس جمهور بود یا حتی ظرف چندین سال نمی‌دانست که پسرش بو چه زمانی مرده است. بایدن در حالی که احساساتی شده بود، یافته‌های این گزارش درباره حافظه‌اش از رویدادها را رد کرد.
در این تحقیق همچنین آمده که بایدن برخی از مطالب حساس دفترچه‌های دست‌نویس را با یک نویسنده خاطرات خود به اشتراک گذاشته، یافته‌ای که رئیس جمهور آن را از پشت تریبون رد کرد. با نزدیکتر شدن انتخابات ماه نوامبر، سن بایدن به یک نگرانی مهم برای رای دهندگان تبدیل شده است، اما بایدن گفته است که علی‌رغم سن خود او بیش از همه واجد شرایط ریاست جمهوری است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 7 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن انجام داده است. سنتکام پنجشنبه 19 بهمن ماه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا روز 8 فوریه بین ساعت 5 صبح تا 9 صبح به وقت صنعا 7 حمله هوایی در دفاع از خود علیه 4 شناور هدایت پذیر از راه دور USV حوثی‌ها و 7 موشک کروز ضد کشتی که آماده شلیک به سمت کشتی‌ها در دریای سرخ بودند انجام دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اضافه کرد که نیروهای سنتکام این موشک‌ها و شناورها را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن شناسایی کرده و تشخیص دادند که آنها تهدیدی فوری برای کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و کشتی‌های تجاری در منطقه هستند. سنتکام گفت این اقدامات از آزادی ناوبری محافظت می‌کند و آب‌های بین‌المللی را برای نیروهای دریایی ایالات متحده و کشتی‌های تجاری امن‌تر و مطمئن تر. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره گسترش اعمال نفوذ رژیم اسلامی در کانادا به ویژه در انتخابات پیشروی این کشور خواستار بررسی نقش حکومت ایران در تحقیقات موسوم به بررسی علنی کانادا درباره دخالت خارجی شد. این انجمن در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد حمایت خود را از بررسی علنی کانادا درباره دخالت خارجی در فرایندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک که از اواخر ژانویه 2024 آغاز شده اعلام کرد. در ادامه بیانیه این انجمن از قاضی ماری جوزه هوک که مسئولیت این بررسی را بر عهده دارد خواسته شده تا از تمام اختیارات خود برای بررسی کلیه اقدامات انجام شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران که میتواند بر انتخابات فدرال یا بر نهادهای کانادا اثر گذاشته باشد استفاده کند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد را در غرب دمشق سرنگون کرده است. این رسانه‌ها روز جمعه 20 بهمن ماه اعلام کردند که این پهپادها از سمت بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است وارد حریم هوایی سوریه شدند. ارتش اسرائیل در واکنش گفته که در مورد این گزارش رسانه‌های خارجی اظهار نظری نمی‌کند. از آذر ماه امسال تا کنون بیش از 6 افسر ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران بر اثر حملات اسرائیل در سوریه کشته شدند. ارتش ایالات متحده هم از هفته گذشته به 85 هدف مرتبط با سپاه حمله کرده است. از آغاز حضور نظامی ایران در سوریه که از بیش از یک دهه گذشته و در راستای حفظ حکومت بشار اسد انجام شده، سپاه پاسداران در حملات اخیر متحمل سنگین ترین تلفات شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه این استارتاپ قابل توجه کلیه افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر.
تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. سرلشکر تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در جمع پرسنل نظامی این نیرو با اشاره به احتمال وقوع جنگ با لبنان گفت در این صورت اسرائیل صدها مکان را به طور همزمان هدف قرار می‌دهد، به طوری که اصطلاح حمله برای توضیح آنچه رخ خواهد داد کافی نیست. او با بیان اینکه اکنون ده‌ها هواپیمای اسرائیلی بر فراز لبنان به پرواز درآمدند، افزود ده‌ها هواپیما می‌توانند ظرف چند دقیقه بعد از دریافت دستور به صدها فروند افزایش پیدا کنند و تمام مأموریت‌ها را به انجام برسانند. ارتش اسرائیل هم در بیانیه جداگانه اعلام کرد سربازانی که در غزه مشغول به جنگ بودند، اکنون برای نبرد در جبهه شمالی آموزش می‌بینند. رسانه‌های لبنانی و عربی روز پنجشنبه از کشته شدن عباس آلدابس از فرماندهان نظامی حزب الله لبنان با نام مستعار حاج عبدالله در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در منطقه نبطیه در لبنان خبر دادند. اسرائیل پیش از این هم چندین تن از فرماندهان برجسته گروه‌های جنگ طلب اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی را در سوریه و لبنان هدف قرار داده و اعلام کرده بود که در صورت ورود حزب الله لبنان به جنگ اسرائیل با حماس، پاسخ دردناکی به این گروه خواهد داد و تمام کشور لبنان درگیر جنگ خواهد شد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در دسامبر گذشته برنامه یک شبکه تلویزیونی امارات متحده عربی را برای پخش یک گزارش جعلی درباره جنگ اسرائیل و حماس مختل کردند. به گفته مایکروسافت، هکرهای تحت رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پخش گزارش دروغین دیپ فیک که توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود، برنامه این شبکه تلویزیونی امارات را مختل کردند. در این عملیات سایبری، گوینده جعلی این خبر ساختگی عکس‌های تایید نشده ای را نشان داد و ادعا کرد که فلسطینی‌هایی را نشان می‌دهد که در جریان عملیات ارتش اسرائیل به غزه مجروح و کشته شدند. بنا به گزارش روزنامه خلیج تایمز مستقر در دبی و روی صفحه شبکه تلویزیونی که مورد حمله هکری قرار گرفت، پیامی ظاهر شد با این مضمون که ما چاره جز هک نداریم تا این پیام را به شما برسانیم. در وبلاگ شرکت مایکروسافت نوشته شده که این اولین عملیات نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی است که مایکروسافت متوجه شده که هوش مصنوعی در پیام‌هایش نقش مهمی را ایفا می‌کند. به گفته این قول فناوری آمریکایی،
عملیات سایبری هکرهای وابسته به سپاه پاسداران تنها نمونه‌ای از گسترش سریع و چشمگیر دامنه عملیات جمهوری اسلامی از زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس است. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.